سرخط خبرها. قضیه برق در تهران و چند شهر ایران. بعضی مسئولان میگویند مصرف مردم زیاد است، برخی میگویند نیروگاه ها سوخت ندارند. انتشار تصاویر ماهواره‌ای تازه از ادامه ساخت تأسیسات زیرزمینی در سایت نطنز. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران میگوید دو ماهه میشود راکتور عراق را هم فعال کرد. به قول معروف واکسیناسیون فاز 3 هم در ایران شروع میشه که تولیدش هم شروع میشه. وعده تزریق همگانی واکسن مشترک ایران و کوبا تا 2 ماه دیگر. نگرانی ایرانی ها از رفع محدودیت های کرونا ادامه دارد. اولین مشکلی که هست آقا ژاپنیه میخواد بیاد تو ایران بازی کنه، خانواده هاشون هم میان، ما خانوما رو میخوایم تو ورزشگاه چجوری راه. و صحبت های جنجالی خداداد عزیزی از دلیل ندادن میزبانی جام ملت های آسیا به ایران. سلام، خوش آمدید به این بخش خبر از تلویزیون فارسی بی بی سی. خبرگزاری های ایران از قطع چند ساعته برق در تهران و چند شهر دیگر از جمله اصفهان، کرج، عراق، گیلان، خوزستان و سمنان خبر دادند. تسنیم میگوید دلیل آن محدودیت سوخت‌رسانی و خروج یکی از واحدهای نیروگاهی تهران از مدار بهره برداری بوده، اما بعضی دیگر از مسئولان تقصیر را به گردن مصرف بالای خانگی میاندازند. فرین آسمی گزارش میدهد. قطع گسترده برق در تهران و چند شهر دیگر، یادآور دوران جنگ ایران و عراق. شرکت توانیر میگوید دلیلش افزایش مصرف خانگی و محدودیت سوخت تحویل داده شده به بعضی نیروگاه هاست. توانیر گفته این خاموشی ها برنامه ریزی شده نیست. اما همین دیروز پرویز کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفته بود خاموشی بهتر از این است که نیروگاه ها با سوزاندن مازوت برق تولید کنند. او به زمان جنگ ایران و عراق هم اشاره کرده بود که روزی 7 یا 8 ساعت برق قطع می شد. هوای تهران و چند شهر بزرگ دیگر ایران هفته هاست آلوده است. یکی از دلایل آن استفاده از مازوت یا نفت کوره در نیروگاه ها و کارخانه هاست. حکومت ایران میگوید به دلیل تحریم نمیتواند مازوت را صادر کند و باید آن را در ایران بسوزاند. از طرف دیگر نیروگاه ها با سرد شدن هوا و افزایش مصرف گاز برای جلوگیری از کاهش تولید به سمت سوزاندن مازوت میروند. اما باز هم بخشی از تقصیر به گردن مردم افتاده. این صحبت های مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق. در برخی از نقاط کشور مجبور به اعمال محدودیت و خاموشی شدیم که دلیل اصلی آن افزایش مصرف گاز خانگی و محدودیت تحویل سوخت به نیروگاه است. صرفه‌جویی 10% مردم در مصرف گاز طبیعی میتواند از خاموشی جلوگیری کند. مقام های مختلف بارها گفتند خاموشی ها افزایش مصرف و آلودگی هوای تهران و شهرهای دیگر به دلیل مصرف بیش از اندازه مردم است. میژن نامدار زنگنه وزیر نفت یکی از آنهاست. اما در مقابل بهاره آروین عضو شورای شهر تهران دلیل را چیز دیگری می‌داند. اینکه به مردم گفته می‌شود گاز و برق کمتر مصرف کنید تا مازوت سوزانده نشود صحیح نیست. هیچ کس نمی‌گوید مصرف کنندگان گاز و برق در کشور صنایع هستند. باید فیش برق و گاز ساختمان‌های دولتی که چندین برابر فیش ساختمان‌های خانگی است منتشر شود. ظاهراً ما همیشه مجبوریم به انتخاب بین بد و بدتر، بین روحانی و قالیباف، بین بیبرقی و مازوت. تا کی این وضعیت ادامه داره و کی حکومتی میاد سر کار که منفعت مردم، منافع مردم براش اهمیت داره معلوم نیست. از قم تماس میگیرم، تقریباً از ساعت 11 صبح برق ما رفته. ساختمانایی که الان ساخته میشه اتاقاش گازکشی نیست و سیستم پکیج و مهندسی طراحی کرده. بخاطر این وقتی برق که میره پکیج هم قطع میشه، خونه شده یخبندون. اینا 70-80 دیگه. بعضی هم استخراج بیت کوین را دلیل بالا رفتن مصرف برق در این روزها دانستند. سخنگوی صنعت برق ایران گفته بالا رفتن نرخ بیت کوین موجب افزایش تعداد استخراج کنندگان شده. او از مردم خواسته مراکز غیرقانونی استخراج را معرفی کنند و تا 20 میلیون تومان جایزه بگیرند. با این حال پرویز قیاس‌الدین دبیر سندیکای تولید کنندگان برق این فرضیه را رد کرد و گفته مشکلات ناشی از کاهش تولید برق نیروگاه هاست و ربطی به مصرف ماینرها ندارد.
جا برج میلاد بوده، اصلا دیده نمیشه. دلیل خاموشی ها و افزایش مصرف هرچه هست، آلودگی هوا گریبان شهروندان تهرانی و دیگر شهرها را گرفته. امروز برای دومین روز وضعیت هوای تهران در وضعیت بنفش بود، یعنی هوا برای همه افراد جامعه آلوده است. فرین آسمی، بی بی سی. عظم بهرامی کارشناس محیط زیست از شهر تورین ایتالیا با ما هستند. خانم بهرامی، چقدر میشه خاموشی ها رو با مصرف بالای مردم مرتبط دونست؟ یه بخشی که همیشه نادیده گرفته میشه افزایش بازدهی انرژی که ما هیچ وقت برنامه‌ریزی براش نداشتیم، چون این یه کاریه که نیاز به سازوکارهای خودش داره، نیاز به سرمایه‌گذاری داره، نیاز به قوانین داره و مهمتر از همه نیاز به تکنولوژی روز داره. اما گزارشی منتشر شد در همین مهر ماه امسال که وزارت نیرو رو منتشر کرد و اعلام کرد در همین گزارش که در 10 سال اخیر مصرف خانگی در ایران هیچ تغییری نکرده، مصرف برق کشاورزی کاهش پیدا کرده و بخش صنعتی تنها 1% یا کمی کمتر از 1% افزایش داشته. این نشون میده که ما اگر بخوایم ارتباط مستقیم حداقل در یه شرایط کوتاه مدتی بین مصرف و افزایش آلودگی یا قطع برق پیدا بکنیم، یه گزینه به هر حال چندان منطقی به نظر نمیرسه. اما ما گپ‌هایی هم داریم، یعنی نقاط کوری که کسی پاسخگو نبوده در موردش، مثل بخشی از تسهیلات نظامی کارخونه‌هایی که به هر حال اغلب اونها در نزدیک کلان شهرها بنا شدن و مشغول به کار هستن و الان فعالیتشون چند برابر کردن که شرایط مصرف برق اونها روشن نیست. موضوع بعدی موضوع همین قاشقی تولید کردن بیت کوینه که اونم به هر حال روی بازار مصرف تاثیر میذاره. اما مسئله‌ای که به نظر روشنه اینه که چارچوب مقایسه‌ای که هم رئیس سازمان محیط زیست بهش اشاره میکنه و هم مواردی حتی در مجلس بهش اشاره میشه، مقایسه وضعیت کنونی با وضعیت جنگه. یعنی ما در تمام طول این نزدیک 30 سال اخیر هیچ تکنولوژی پیشرفته‌ای، هیچ وضعیت بهبودی در صنایع تولید برق و انرژیمون با وجود این همه پروژه‌های سدسازی که همیشه اعلام شده هدفش تولید انرژی، هیچ تغییری بهبودی درش به وجود نیامده و واقعا ما هیچ برنامه‌ریزی برای جانشین کردن انرژی پاک در ایران انجام ندادیم. برنامه البته قانونی رو که قانون هوای پاک تصویب کرده بودن چند سال پیش و اون هم به اجرا در نیامده، اما بعضی میگن که نیروگاه ها رو خارج کردن از مدار که مجبور نشن مازوت بسوزونن و آلودگی هوا پایین بیاد. این چقدر میتونه تاثیرگذار باشه در کاهش آلودگی هوا؟ خیلی کوتاه لطفا. نه، در مورد کاهش آلودگی هوا به نظر من نتونسته مؤثر باشه و من بعید میدونم که یه همچین تصمیم گیری هم اتفاق افتاده باشه. همونطور که تو مجلس هم حتی سهم سازمان محیط زیست رو از آلودگی صنایع کم کردن و حذف کردن، هنوز بعد سالها هیچ درصدی پرداخت نمی‌کنن، هیچ کنترل جریمه روی صنایع وجود نداره و وزارت نیرو و وزارت نفت هم هیچ مسئولیتی در قبال تولید این همه آلودگی در نظر نگرفتن. من فکر کنم که اینو باید مجلس بهش نظارت بکنه، حداقل در دو مقطع میان مدت و کوتاه مدت رو بررسی کنن برای رفع موقت مشکلی که به هر حال مردم باش مواجه هستن. ممنونم. اعظم بهرامی، کارشناس محیط زیست. مؤسسه علوم و امنیت بین الملل در واشنگتن در گزارشی با استناد به تصاویر ماهواره‌ای از پیشرفت سریع ساخت تأسیسات جدید زیرزمینی در سایت هسته‌ای نتنز خبر داده. در این تصاویر که یک هفته پیش تهیه شده، ورودی 3 تونل مشخص شده که گفته می‌شود مسیرهای دسترسی به ساخت و ساز در دل بزرگترین کوه این منطقه را فراهم کردند. پیش از این آژانس بین المللی انرژی اتمی و اتحادیه اروپا از آغاز غنی‌سازی اورانیوم با غنای 20% در تأسیسات زیرزمینی سایت فوردو در ایران ابراز نگرانی کرده بودند. دیروز هم بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفته ایران اگر بخواهد ظرف 2 ماه آینده میتواند راکتور آب سنگین عراق را دوباره راه اندازی کند. ببین که شما فاصله اینجا تا مشهد، بگید آقا شما داشتید میرفتید مشهد مثلا فرض کنید، حالا مثلا تا گمسار رسیدید، حالا مثلا از گمسار اومدید 10 کیلومتر عقب‌تر. از دید بنده به عنوان بحث سانتریفیوژ دارم مطرح میکنم. حالا شما میخواید اینو جبران بکنید، با سرعت میتونید دوباره جبران کنید، به خصوص با ماشینای جدید. الان ماشینای که در اختیار خب مجلس محترم چرا رو IR 2 حساب کرده، IR 6 حساب کرده، IR 9 ما الان ماشین با 50 سو دیگه به تدریج داره الان کار مکانیکال تست مکانیکیش شروع میشه. خب یکی در این ارتباط بود.
یه مورد دیگه راکتور عراق بود که آقای دکتر صالحی توضیح دادن. در مورد راکتور عراق در واقع اون لوله هایی که در کلنجیا بود، در مخزن بود، اونا در اون موقع ما با علم به این که چون اونا بحثشون این بود که بیاد این دو نصف بشه این مخزن اینا، این پیشنهاد از طرف خود ایران بود که تو این لوله ها سیمان ریخته بشه، به این دلیل که در همون موقع اطلاع داشتیم که ما لوله های دیگر رو داریم که اینا رو در واقع عوض بکنیم. پس بنابراین از این جهت هم حتی اگر ما بخواهیم برگردونیم، ما توی همین جلسات هم با مجلس محترم مطرح کردیم که حدود دو ماه ما میتونیم همون راکتور قبلی رو دوباره احیاش بکنیم. علی حاجی قاسمی استاد علوم سیاسی دانشگاه سودرتورن سوئد از استکهلم با ما هستن. آقای حاجی قاسمی، ساخت و ساز در نتنز و فوردو و غنی‌سازی 20%، ایران چه سودی میبره از این کار؟ تنها سودی که مقامات ایرانی فکر میکنن از این کار میتونن ببرن و تا حدود زیادی هم تا الان تا حالا با اقداماتی که تا الان انجام شده، یعنی به مخاطره نینداخته کل روند رو میتونن ببرن، اینه که در آستانه مذاکرات که به زودی آغاز خواهد شد، یعنی باید بشود و اروپایی‌ها اعلام کردن این 27 کشوری که علاقمندی خودشونه به بازگشت به برجام و مذاکره اعلام کردند و اینکه از ایران خواستند که بیش از این به ادامه غنی‌سازی روی نیاورد، ایران کارهای بیشتر از این انجام ندن که کل روند به مخاطره بیفته. از اون طرف اروپایی‌ها اینو قشنگ نشون دادن، دیگه تنها سه تا کشور نیست، 27 کشور اروپایی اومدنشون یه معنایی داره، یعنی همه اروپا متحد می‌خوایم با ایران وارد مذاکره بشویم. و از طرف دیگه در آمریکا هم که خب داستان مشخص شده و بایدن هم تیمش مشخص کرده که میخواد به مذاکرات برگرده. نکته ای که آقای ظریف در سخنانشون گفتن و این که کلیه اقداماتی که انجام شده به حدی نیست که بازگشت به برجام رو به مخاطره بیاندازه و ما میتونیم به سرعت برگردیم، بازگردیم به در واقع اون روند، این اسباب دلگرمی میتونه برای اروپایی ها باشه که هنوز خطری تهدید نمیکنه کل روند رو. از طرفی الان که حرف مذاکره شده، مثلا آقای ولایتی مشاور آقای خامنه‌ای گفته که در مذاکراتی که احتمالاً در آینده خواهد بود مکانیزم ماشه باید کنار گذاشته بشه. از اون طرف اروپایی ها هم مسئله رو مطرح کردن، از جمله صحبت درباره برنامه موشکی. به نظر میرسه اگر هم مذاکراتی برگزار بشه، به راحتی این که ایران آمریکا بیاد تحریما رو رفع کنه و ایران هم از این تعهداتش دوباره به تعهداتش برگرده، به نظر نمیرسه به این صورت باشه. اگر ایران بخواد فقط بر یک نکته تاکید کنه، یعنی فقط بر مسئله هسته‌ای بخواد مذاکره صورت بگیره، کار دشوار خواهد شد، روند طولانی خواهد شد و ضرری که از این ماجرا بر اقتصاد ایران وارد میشه تداوم پیدا خواهد کرد. منتها اگر آقای ولایتی و همکاران ایشون بیان طرح و برنامه سازنده‌ای داشته باشند، یعنی در مقابل کاهش توان موشکی و امنیتی ایران در منطقه یا حضور منطقه‌ای بیان درخواست بگذارند که چگونه امنیت ایران در منطقه میتواند تامین بشود، اصلا به این موضوع نمیپردازند. آقای ولایتی و همکاران ایشون خوب میدونن که در روابط بین الملل استدلال نقش تعیین کننده ای داره، به خصوص وقتی که ترامپ در کاخ سفید نیست و بایدن بسیار اهل مذاکره هست، اروپایی اهل مذاکره هستن، با استدلال باید وارد شد و دنبال همکاری منطقه‌ای باید رفت. ایران باید گاردش رو باز بکنه، با عربستان، کشورهای حاشیه خلیج فارس، ترکیه، عراق بیان پیمان‌های منطقی رو بشبک بکنن، یک چیزی در برابر برنامه موشکی، فقط نظامی به مسئله نگاه نکنن. ایرانیان گویا فرماندهان نظامی که الان در سیاست فعال شدن فقط از دریچه نظامی به ماجرا نگاه میکنن و این میتواند خطرناک باشد اگر گاردش رو باز نکنه رهبری نظام جمهوری اسلامی و خط رهبری رو اتفاقا دنبال بکنه که در سخنان اخیرشون ایشون گفتن تحریم ها هر چیز زودتر باید برداشته بشه. فشار ایشون از جان که ما عجله‌ای نداریم و به نظر میرسه که خیلی نگران این نیستن که سریعتر بخوان تحریم ها برداشته بشه، ولی متاسفانه فرصت بیشتری نداریم. امیدوارم که بیشتر بتونیم صحبت کنیم در آینده. علی حاجی قاسمی استاد علوم سیاسی دانشگاه سودرن‌تورن سوئد از استکهلم. نگاهی دوباره بندازیم به سرخط خبرهای مهم روز. تهران و چند شهر ایران امروز چند ساعت دچار قطعی برق شدند. بعضی مسئولان گفتند دلیلش مصرف بالای شهروندان است و گروه دیگری گفتند که نیروگاه‌ها سوخت کافی ندارند.
مؤسسه علوم و امنیت بین الملل در واشنگتن با استناد به تصاویر ماهواره‌ای گفته ساخت تأسیسات جدید زیرزمینی در سایت هسته‌ای نتنز در ایران به سرعت پیش می‌رود. در ادامه برنامه، اولین مشکلی که هست آقا ژاپنیه میخواد بیاد تو ایران بازی کنه، خانواده هاشون هم میان، ما خانوما رو میخوایم تو ورزشگاه چجوری؟ صحبت‌های جنجالی خداداد عزیزی از علت محرومیت ایران در میزبانی جام ملت‌ها. ایران میگوید تا بهار سال آینده، یعنی حدود 2 ماه دیگر، واکسیناسیون عمومی علیه کرونا را با واکسنی که به طور مشترک با کوبا میسازد شروع خواهد کرد. قرار است فاز سوم ساخت این واکسن در ایران انجام شود. همچنین سخنگوی دولت ایران گفته که برای شفافیت در توزیع واکسن یک سامانه هوشمند طراحی کرده. کاوه مشکات گزارش میدهد. نفس کشیدن این روزها سخت شده. هیچ کس هم نمیداند چه زمانی از کرونا خلاص خواهد شد. همه نگاه‌ها به واکسن است. واکسنی که به دستور رهبر ایران قرار است نه ساخت آمریکا باشد و نه ساخت انگلستان. واکسنی که با کوبا بسته شده، این واکسن فاز 3 رو چون در ایران داره طی می‌کنه همزمان با کوبا، بنابراین قراره که رو چند ده هزار نفر تست بشه. بنابراین یک دفعه یک به قول معروف واکسیناسیون فاز 3 هم در ایران شروع میشه. که تولیدش هم شروع بشه. واکسن تولید داخل هنوز ساخته نشده. شایعات در مورد ورود واکسن قاچاق به ایران هم در هفته‌های گذشته در فضای مجازی منتشر شده بود. خبری که مقام‌های بهداشتی ایران آن را رد کردند. گروهی هم نگران نحوه توزیع واکسن هستند. حالا علی ربیعی سخنگوی دولت گفته برای توزیع واکسن یک سامانه هوشمند طراحی شده. من مایلم در این جلسه بگم بنابر استراتژی اطمینان سازی به جامعه، چون در این زمینه برخی ابهامات رو باش روبرو می شدیم، با ایجاد شفافیت در واگذاری و تزریق سامانه هوشمند برای توزیع واکسن طراحی شده که وضعیت تمام افراد آسیب پذیر و اولویت بندی ها به تفکیک شهرهای مختلف به طور شفافی در آن قابل رویت خواهد بود. در این راستا سند ملی برنامه واکسیناسیون بر اساس شواهد علمی و اخلاقی در 4 فاز تدوین شده و در آن اولویت دریافت واکسن با جزئیات تعیین شده است. رسانه‌های داخلی چند هفته گذشته روی واکسن ایرانی کرونا تبلیغات زیادی کردند. جمعی از متخصصین گروه دارویی برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی رحمت الله، به خصوص پس از صحبت‌های آیت الله علی خامنه ای. اما به گفته رئیس کمیته علمی ستاد مبارزه با کرونا، واکسن داخلی تا خرداد سال 1400 آماده نخواهد شد. زودتر از پایان خرداد نخواهد بود. به خاطر اینکه واکسن فاز به هر حال اگه بخوایم از مسیر اضطراری یا اورژانسی هم بریم، میتونیم فاز مثلا 2 و 3 رو با هم مخلوط کنیم و بعد خب باید صبر کنیم که نتایج 2 و 3 هم مشخص بشه. بعد به هر حال بعد از اون دست به تولید انبوه بزنیم. بعد خانه‌ها باید یه مدتی در انبار تست پایداریش رو بگذرونه تا بتونه وارد واکسیناسیون عمومی بشه. بنابراین با هر شکلی که حرکت کنیم پایان خرداد زودتر شاید نشه این واکسن رو به همه مردم تزریق کنیم. Governments are under pressure to secure supplies for their populations. راه دیگر ایران برای دسترسی به واکسن کوواکس است. نهاد هماهنگ کننده تلاش‌های جهانی برای دسترسی کشورها به واکسن کووید 19. ولی هنوز معلوم نیست ایران کدام نوع واکسن از فهرست ارائه شده از سوی این نهاد را انتخاب کرده. واکسن‌هایی که به گفته رئیس نظام پزشکی ایران پولش به کوواکس پرداخت شده ولی زودتر از 1 ماه دیگر به ایران نمی‌رسد. محدودیت‌ها به گفته مسئولان در شهرهای بزرگ نتیجه داده. رئیس ستاد مبارزه با کرونا در تهران می‌گوید آمار مبتلایان در پایتخت پایین آمده. حالا وزارت بهداشت گفته تالارهای پذیرایی در شهرهایی که وضعیت زرد و آبی دارند می توانند فعالیت خود را شروع کنند و بازگشایی مشاغل گروه 3 و 4 که در این مناطق قرار دارند را هم بررسی می کنند.
اما همه موافق این تصمیم نیستند. معاون ستاد مبارزه با کرونا شهر تهران گفته در بازگشایی و رفع محدودیت ها نباید عجله کرد و برداشتن آنها باید تدریجی باشد. هنوز بیش از 2 ماه از زمستان مانده و مشخص نیست واکسن چه زمانی به ایران برسد. با این وضع در حالی که در بیشتر نقاط جهان آمار مبتلایان به کرونا روندی صعودی دارد، مشخص نیست که برداشتن محدودیت ها و یا کم کردن آنها به نفع ایران باشد. کاوه مشکات، بی بی سی. دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک و محقق پزشکی اجتماعی از واشنگتن با ما هستند. آقای دکتر، وعده تزریق همگانی واکسن ایران و کوبا تا 2 ماه دیگه چقدر از نظر شما این هدف تعیین شده عملیه؟ اول یه نکته رو من عرض بکنم، نیاز واکسیناسیون برای ایران امروز هست، فردا، هفته دیگه، ماه دیگه، 2 ماه دیگه دیر هست. بعد از 2 یا 3 ماه ما با جهش ویروسی مواجه خواهیم بود که واکسن های سنتی دیگه روش مؤثر نخواهد بود و قرار هم نیست که تکنولوژی جدید ساخت واکسن وارد ایران بشه که برای اینها راه حل داره. پس هر روزی که ما بگذاریم با این مصاحبه های متناقض، تنها دارن وقت رو تلف میکنن و در واقع انسانها رو دارن تلف میکنن. اما برگردیم به سوال جناب علی در مورد واکسیناسیون در مرحله سوم تست انسانی کوبا، واکسن کوبایی، این نیاز به حداقل 3 ماه زمان داره. ضمن این که این میزان میزانی نیست که باید برای مرحله سوم در نظر گرفته بشه. اینا قرار هست روی 10,000 نفر تست بشه، در حالی که واکسیناسیون در مرحله سوم برای اینکه اجازه بدیم در سطح میلیونی استفاده بشه باید حداقل روی بیش از 100,000 نفر تست انجام بشه و بعد این ملاحظات و کنترل ها صورت بگیره. به نظر میرسه که صحبت های متناقض به صورت هدفمند فقط برای سرگرم کردن مردم و وعده وعید دادن برای ماه های آینده است، در صورتی که نیاز ما امروز هست، امروزی که الان شرایط به این شکل در اومده و نگران جهش های روزهای بعد ویروس هستیم. در همین حال آمار مبتلایان از نظر رسمی حداقل به نظر میرسه که پایین اومده و همینطور آمار جانباختگان و یک مقداری از محدودیت‌ها کم شده. قراره که مثلا تالارهای پذیرایی دوباره باز بشن. چقدر در این شرایط منطقی میبینید این کار رو؟ خب ببینید، ما تجربه این رو در موارد گذشته هم داشتیم. به محض اینکه یک مقدار تعداد آمار پایین میاد، اینها شروع میکنن به بازگشایی های بدون کنترل و باز دوباره همون ضربه های قبل رو داریم میبینیم. فراموش نکنیم الان ما روزانه بیش از 6,000 مبتلای جدید داریم. شهرهایی در مازندران، گلستان، بندرگز و جاهای دیگه داریم میبینیم که اینها قرمز هستن، یعنی بیش از مثلا میزانی که فکر میکنیم دارن مبتلای جدید ایجاد میشن و شهرهایی هستن که میتونن منتقل کنن به بقیه جاها. همین بازگشایی های بدون کنترل در تابستان هم داشتیم که بعد دوباره عوارضش رو دیدیم. هر روز نزدیک به 100 نفر هنوز ما تلفات داریم. پس بیماری کنترل نشده، آمار پایین اومده ولی بیماری کنترل نشده و این بازگشایی ها همراه با گرد همایی های مثل مراسم تشییع جنازه هایی که داریم میبینیم یا مراسمی که بدون کنترل داره برگزار میشه، اینها همه عوارضی خواهد داشت که طی 2 یا 3 هفته آینده مجددا بالا رفتن پیک رو ما خواهیم داشت. متشکرم دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک و محقق پزشکی اجتماعی از واشنگتن. پوشش تلویزیونی مسابقه فوتبال تیم‌های پرطرفدار لیگ برتر ایران، یعنی استقلال و پرسپولیس، که با نتیجه مساوی 2-2 به پایان رسید، با واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی مواجه شده. از مسئله حضور نداشتن زنان در استادیوم که آن را دیروز خداداد عزیزی در برنامه زندگی تلویزیونی مطرح کرد تا اتهام دستکاری در تعداد پیامک‌ها، همه باعث شد که این مسابقه پرحاشیه باشد. پوریا ژافره گزارش می‌دهد. شهرآورد تهران بعد از مدت‌ها بدون تماشاگر در یک استادیوم خالی، این بار نه به خاطر مسائل انضباطی و محرومیت بلکه به خاطر کرونا. مسابقه جذاب با گل‌های زود هنگام و دیر هنگام که در نهایت 2-2 مساوی شد. اما بعد از تقسیم امتیازها بین 2 رقیب دیرینه، صحبت‌هایی که در پوشش زنده برنامه از شبکه 3 تلویزیون دولتی ایران مطرح شد، حالا جنجالی شده. ما اگه قراره به مردم دروغ بگیم، به خودمون که قرار نیست دروغ بگیم.
اگه قرار جام ملت‌ها تو ایران برگزار بشه، اولین مشکلی که هست آقا ژاپنی میخواد بیاد تو ایران بازی کنه، خانواده هاشون هم میان، ما خانوما رو میخوایم تو ورزشگاه چه جوری راه بدیم؟ حالا اونا مواضع دیگه است که میشاله دادن به مرورش رسید. اصلا AFC اجازه نخواهد داد، فیفا اجازه نخواهد داد که ما جلو ورود خانوما رو بگیریم یا بگیم به خانوما بگیم تو برو اونجا بشین، آقا تو برو اونجا، اون صندلی مال تو، اون صندلی. حالا اون اگه ان شاءالله که میزبانی به ما برسه اینجا محمد رضا احمدی که شکل اجرا حرکاتش را از عادل فردوسی پور مجری مغضوب سابق تقلید میکند، سعی دارد به گونه بحث را منحرف کند و از پیشنهاد میزبانی جام ملت‌ها که خودش مطرح کرده بود دوباره به لیگ برگردد. هرچند این مسئله حضور زنان در استادیوم های فوتبال چیزی نیست که سرش بتوان با فیفا چانه زنی کرد، حتی در دورانی که به خاطر جلوگیری از شیوع کرونا هیچ هواداری به استادیوم ها راه ندارد. و البته ماجراهای این برنامه به اینجا ختم نشد. بسیاری از بینندگان در طول برنامه مشکوک شدند که تعداد پیامک هایی که هواداران استقلال و پرسپولیس میفرستادند با عددی ثابت اضافه میشد. الگوریتمی که هر چند ثانیه یک بار 76 پیامک به استقلالی ها اضافه میکرد و 94 پیامک به طرفداران پرسپولیس. این عددا قطعا تغییر میکنه، چرا که ترافیک یه ذره پیامکی زیاده. و در پایان برنامه مجری بارها مدعی میشود که حالا رکورد تعداد پیامک های فرستاده شده به برنامه های تلویزیونی در ایران در اختیار او قرار گرفته. در برنامه فوتبال برتر در شهرآباد آخر 1399 رکورد زدید، بی‌نهایت سپاسگزاریم. مسئله‌ای که بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی می‌گویند تصویر حساب مدیر فعلی شبکه 3 با برنامه سابقش 90 و مجریش بود. از این که همه ما بودید و تونستیم با حضور شما رکوردی رو جدید در شبکه 3 سیما ثبت بکنیم، بسیار بسیار سپاسگزاریم. به خودمون می‌بالیم که شما رو داریم. پوریا جعفری، BBC. خب قبل از اینکه این بخش خبر رو به پایان ببریم، باید بگم که مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا قراره که تا ساعتی دیگه در واشنگتن درباره اونچه که پیوندهای حکومت ایران با سازمان القاعده خونده سخنرانی کنه. خبرگزاری رویترز گفته که آقای پومپئو میخواد در این سخنرانی بگه که اسناد به اطلاعاتی دست پیدا کرده، اسنادی که آمریکا به تازگی از حالت طبقه بندی خارج کرده و بر اساس این اسناد ایران رو به حمایت و میزبانی از القاعده متهم بکنه. ما سخنان آقای پومپئو رو به محض اینکه شروع شد احتمالاً تا نیم ساعت دیگه براتون پخش خواهیم کرد به صورت زنده و همینطور واکنش‌های احتمالی. با ما بمونید برای پوشش زنده سخنان آقای پومپئو. ممنون که با ما هستید.